سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام راجع به یه استراتژی معاملاتی که مطمئن باشید نظیرش رو جای ندید باهاتون صحبت کنم. یه استراتژی کاربردی فوق العاده با کیفیت هست، سیگنال های خیلی خوبی به شما میده. اسم این استراتژی تو لول مکتی تو بولینگر هیکین هاشی هست. اینو خودم از ترکیب ایندیکاتورها و کندل ها میشه گفت به دست آوردم، میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. ببین دوستان، توی کندل های روزانه تایم فریم مثلا 24 ساعت شما میاد بازه نوسانی ارزها رو میبینید، مثلا بیت کوین، اتریوم میبینید 1%، 2%، حالا بعضی روزا مثلا 5%، 10% تو این بازه نوسان دارن. من میخوام توی کوتاه‌ترین تایم فریم ممکن، یعنی 1 دقیقه‌ای، به شما بگم که چطوری میتونید بیشترین نوسان رو بگیرید. برای مثال توی بازی کوتاه 1%، 0.5%، یعنی روی موج مثلا فرض کنید 5 دقیقه‌ای، 10 دقیقه‌ای، 1%، 0.5% شما مثلا به سود برسید. خب ببینید دوستان، استراتژی خوب میتونه توی هر تایم فریمی کاربرد داشته باشه، اما هر چقدر تایم فریم شما کوچیک‌تر باشه کاربردش سخت‌تر هست. برای همین خب خیلی ها مثلا میان استراتژی‌هایی که معرفی میکنن سعی میکنن مثلا 5 دقیقه‌ای باشه، 15 دقیقه‌ای باشه و میشه گفت کار خوبی هم میکنن، چون تایم فریم 1 دقیقه‌ای واقعا استراتژی پیاده کردن روش مشکل هست، چون ریزموج‌های زیادی داره، چون خطای زیادی داره، اسیلاتورها سیگنال اشتباهی زیادی میدن. اما من میخوام استراتژی که میگم توی تایم فریم 1 دقیقه، یعنی کوچکترین تایم فریم، بهتون نشون بدم. اما قبل از اون میخوام در مورد مشخصه های یه استراتژی خوب باهاتون صحبت کنم. دلیلش هم این هست که دوستان، اگه خودتون بخواید مسلط باشید، من در رابطه با فست بندی هایی که بود توضیح دادم، مثلا پرایس اکشن رو بدونید، ایندیکاتورها رو بشناسید، سطوح مقاومت حمایت، یا مثلا با استفاده از ابزارهای مثل فیبوناچی خودتون هم میتونید استراتژی فوق العاده خوبی بسازید و اینها رو تست کنید. ببین دوستان، استراتژی خوب چه مشخصهایی داره؟ اول از همه این که باید به ما نقاط ورود خوب و مطمئن رو نشون بده، یعنی نقاط رو نشون بده که میشه گفت امن هستش، به ما میشه گفت موقعیتی میده که مثلا الان توی موقعیت فعلی الان شما میتونید پوزیشن بای بگیرید، میتونید پوزیشن سل بگیرید، یه نقطه ورود خوب به ما بده. دومین مشخصه استراتژی خوب اینه که روندها و تغییر روندها رو به ما نشون بده. و سومین مشخصه استراتژی خوب اینه که نقاط خروج خوب و مطمئن رو به ما نشون بده. همونطور که یه استراتژی باید به ما نقطه ورود خوب و مطمئن نشون بده، باید هم نقطه خروج خوب و مطمئن نشون بده. حالا دلیلم که میگم چی هست؟ ببین دوستان، شما یه موجی رو مثلا میاید انجام میدید، مثلا خریدتون رو انجام میدید و بعد یه اصلاح اتفاق میفته، میگید نکنه الان اصلاح برگرده من ضرر کنم، ممکنه برید توی ترس و مثلا پوزیشن رو ببندید یا حتی با ضرر ببندید. خب و بعد ببینید دوباره مسیر، اون روند داره مسیر خودش رو طی میکنه و شما از اون سود جا موندید. در نتیجه میشه گفت نقطه خروج مناسب هم یکی از مهمترین فاکتورهای استراتژی خوب هستش. خب با هم میریم روی چارت که ببینیم از استراتژی که میخوام توضیح بدم. ببینید BNB هستیم، تایم فریم 1 دقیقه‌ای. من ایندیکاتورهایی که میخوام انتخاب کنم از قسمت تکنیکال ایندیکاتور اینا رو من می‌نویسم، شما میتونید اسکرین بگیرید توی گوشیتون ذخیره کنید یا روی رایانه شخصیتون. اولین ایندیکاتوری که میخوام انتخاب کنم، شما میتونید تایپ کنید تو لول مکتی. تو لول مکتی که انتخاب میکنید، یه میشه گفت مکتی 2 مرحله‌ای هستش، توی 2 تا بازه هست و به ما 2 موج رو نشون میده. ایندیکاتور بعدی که میخوام در رابطه باش ترکیبش کنم، ایندیکاتور شما تایپ کنید تو بولینگر. خب ما تو بولینگر بند رو هم انتخاب میکنیم و الان روی چارت ما این دوتا رو داریم. حالا اگه بخوام در رابطه با تنظیماتش توضیح بدم، ببینید تو مکتی ما چون میشه گفت اسکریپت هست، تنظیمات نداره، فقط موج هست، اما از میشه گفت 2 تا مکتی هست که از هیستوگرامش مشخصه، یه دونه با رنگ سبز و قرمز تیره رنگ هست که میشه گفت موج‌های اصلی ما هست و یه دونه هم سبز و قرمز روشن هست که ریز موج‌های ما رو نشون میده، موج اصلی، ریز موج‌ها. این کل تنظیمات این ایندیکاتور بود. اما در رابطه با تو بولینگر بند، از قسمت ورودی ها ببینید، ما مثلا تایم فریم 1 دقیقه الان مربوط به 20 کندل یا 20 کندل گذشته هست، این روی همون عدد 20 باشه، مالت 1 و مالت 2 رو 1 و 2 انتخاب کنید، مالت 1 1، مالت 2 2. و همینطور از قسمت استال، چون پس زمینه ما یه مقدار تیره رنگ هست، من میام رنگ اینها رو هم روشن میکنم که توی پس زمینه بهتر دیده بشن و بعد در رابطه با اینها
خدمتتون توضیح بدم. خب این کل تنظیماتش بود و این انتخاب ایندیکاتورهای ما. خب و قسمت آخرم گفتیم هیکیناشی. ببینید دوستان، روندی که ما داریم اگه از کندلای شمی مثلا استفاده کنیم، یه مقدار شاید اون ترس رو ایجاد کنه، هی رنگ کندلا عوض میشه، هی اون مسیر رو مثلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم. برای همین من توی آموزش کندلای ژاپنی گفتم که برای این کار میتونید مخصوصا تو تایم فریم های کوتاه از کندلای هیکیناشی استفاده کنید، اون کندل ها که به ما میشه گفت اون استرس رو کاهش میدن، یه جورایی میشه گفت اون مسیر رو به ما محکمتر نشون میدن، روند رو. این از قسمت میشه گفت تشخیص روند ها. حالا ببینیم بولینگر بند چه کاربردی داره. این ایندیکاتوری که الان من انتخاب کردم اینجا از دو تا بولینگر بند تشکیل شده. ببین دوستان، سیگنال های خروج فوق العاده خوبی به شما میده، یعنی شما از هر استراتژی استفاده میکنید اگه سیگنال ورود خیلی خوبی بهتون میده، از این استراتژی تو بولینگر میتونید استفاده کنید که سیگنال های خروج خیلی خوبی بهتون بده و همینطور مومنتوم ها و روند های قوی رو به شما نشون میده. حالا به چه شکل؟ روی شکل بهتون نشون میدم. ببینید این ایندیکاتور خط وسطش که همون امه 20 روزه 20 کندله هستش، اینو صفر در نظر میگیریم. حالا انحراف استانداردی که ما داریم، ببینید خط بعدی مثبت 1 و خط بالایی بالاترین خط ما مثبت 2 هست. اینها رو شما به عنوان مثلا میتونید حتی دو تا مثلا مقاومت و این دو تا رو هم به عنوان دو تا حمایت در نظر بگیرید. حالا خط وسط صفر، خط پایینی ما انحراف استاندارد ما -1 و -2. پس تنش خط 0، خط -1، خط -2، این هم 1 و 2. حالا ببینید قدرت ترند رو، اگه کندلای هیکیناشی ما بین بازه 1 تا 2، مثبت 1 و تا مثبت 2 باشن، این به ما یه روند صعودی خیلی قوی رو نشون میده. اگه کندل ها توی بازه -1 و -2 باشن، یه روند نزولی شدید رو به ما نشون میده، میگه مومنتومش قوی هست، با شدت داره قیمت ها کاهش پیدا میکنه. و منطقه بین -1 و -1 رو ما به عنوان منطقه خونسا در نظر میگیریم. این از این. اما در رابطه با سیگنال خروجی که به ما ایندیکاتور میده، ببینید حالا شما توی هر نقطه‌ای که وارد شدید، این روند نزولی، جایی که توی داون ترند مسیر نزولی میاد، کندل های هیکیناشی ما از میشه گفت خط منفی 1 رو قطع میکنه و وارد فاز خونسا میشه، وارد قسمت خونسا میشه، اینجا به ما سیگنال خروج میده، یعنی داون ترند مسیر رو طی کرده، این موج ما هست، اینجا ما میایم خارج میشیم. یعنی ببینید تقریبا میشه گفت ما از حد اکثر موج استفاده کردیم. حالا عکس این حالت اگه آپ ترند باشه، ببینید ما توی فاز 1 و 2 بولینگر هستیم، یعنی یه موج صعودی شدید رو داره به ما نشون میده. حالا ما کجا خارج بشیم؟ هی بگیم اینجا شادو زده مثلا داره برمیگرده به داخل بولینگر، خارج بشیم؟ نه، صبر میکنیم، این موج روند خودش رو طی میکنه تا جایی که کندل های ما از فاز مثبت 1 وارد فاز خونسا میشن، این توی آپ ترند، یعنی عکس اون حالتی که گفتم. پس ببینید چقدر سیگنال خروج خوب با کیفیتی به ما میده. و اما در رابطه با تو مکتی، تو لول مکتی، خب ببین دوستان، تو لول مکتی به ما دو تا میشه گفتش که از دو تا موج رو به ما نشون میده. این قسمتی که قرمز کدر هست و سبز کدر به ما موج اصلی رو داره نشون میده. یعنی ببین موج اصلی ما یه موج نزولی هست تا اینجا و اینور مثلا داره به ما نشون میده که موج اصلی ما سبز رنگ یه موج صعودی هست. پس ما اینجا یه موج نزولی، یه موج صعودی، هر جای توی حالا قسمتی که کندلا ببینید به همین شکل هست. حالا اگه مثلا بگین اینجا ما صعود ما بگید از اینجا شروع شده، ببینید ما توی فاز مثبت بولینگر نبودیم، تقریبا اینجاها وارد شدیم، در نشه گفت ما هم از اینجاها وارد فاز مثبت شدیم و یه جوری میشه گفت این نقاط، نقاط پر ریسک ما هستن. حالا اگه بخوایم راجع به این هیستوگرام های کوچیک صحبت کنیم، اینها ریز موج های ما هستن. ببینید من توی موج صعودی اصلیم، اینجا یه موج دارم، یه حرکت نزولی دارم، توی حرکت صعودی حرکت نزولی دارم، دوباره اینجا حرکت صعودی حرکت نزولی دارم، این میشه گفت ریز موج های من هستند. حالا اگه توی مثلا این قسمت هم بیاین ببینید، من اینجا اومده مثلا اکثر کندلا قرمز، یه کندل سبز، میشه گفت یه ریز موج هست اینجا، اینجا هم به همیشه تا اینجا که برمیگرده. حالا اگه دقت کنید ببینید ریز موج های ضعیف ما که مثلا رنگ کندل عوض میشه توی فاز این خط مکتی ما، اگر از این خط صفر ما باشه، زمانی که هر دو تا هیستوگرام ما توی فاز منفی هستن،
یعنی پایین هستن. اینجا به ما سیگنال ورود داره میده برای گرفتن پوزیشن حالا شورت یا مثلا پوزیشن سل، و زمانی که هر دوتا هیستوگرام ما توی فاز مثبت هستن، یعنی بالای خط صفر هستن، هم این هیستوگرام هم این هیستوگرام، اینجا موقعیتیه که به ما داره سیگنال ورود میده برای پوزیشن لانگ یا حالا بای. خب الان ممکنه بپرسید که ما چرا اینجاها رو از دست دادیم؟ میگیم که این موجی بوده به این شکل، از اینجا شروع شده، ما چرا باید از اینجا وارد بشیم؟ ببینید من توی تایم فریم یک دقیقه هستیم، ما دنبال نقاط کم ریسک هستیم چون خطا زیاد داریم و عجله هم نداریم، اینقدر وقت داریم که موقعیت خوب پیش بیاد. خب اینجا رو ببینید، من تو فاز مثبت 1 و مثبت 2 بولینگر هستم توی این بازه. اینجا هیستوگرام من یکی فاز مثبت، یکی فاز منفی، اینجا وارد فاز مثبت میشن. ببینید درش اینجا به من سیگنال ورود داده، اما اینجا چرا وارد نشدم؟ اینجاها ببینید، من توی یه فاز منفی هست، یکی تو فاز مثبت. اینجا نقاطی هست که میشه گفت موج، میشه گفت توی روند، مثلا شما یه روندی هست که مثلا میشه گفت ریسک زیادی داره، شما توی این نقاط وارد نشید بهتر است. پس نقاط ورود ما برای پوزیشن بای یا لانگ شد نقاطی که هیستوگرام تازه شروع میکنه به هر دوتا وارد فاز مثبت میشن، عکسش برای هر دوتا فاز وارد فاز منفی میشن، نقاطی هستش که برای پوزیشن شورت یا سل استفاده میکنیم. خب حالا اگه بخوایم این نقاط رو مثلا میخوام بهتون توضیح بدم، ببینید الان توی این بازه ما اینجا بازه بوده که یه مومنتوم شدید داشتیم، اگه دقت کنید ریز موج ما از موج اصلی ما قوی تر اتفاق افتاد. این اتفاقی که هست اینجا نقطه مناسبی برای ورود نیست، چون که روند ما قدرت خودش رو طی کرده و برمیگرد. و ببینید این اتفاق تقریبا تا این نواحی افتاد، یعنی ما بعد از این اتفاق فازها جدا شد. اما توی این فاز دقت کنید من اینجا وارد نمیشم، اما اگه بیام اینجا وارد بشم، ببینید موج اصلی من قوی تر هست، ریز موج من داخلش، اینجا هر دوتا وارد فاز مثبت میشن، من اینجا وارد میشم. تا کجا؟ تا جایی که بولینگر کندل های من از فاز مثبت 1 بین مثبت 1 و 2 حرکت میکنن، از مثبت 1 وارد فاز خنسا میشن، اینجا خارج میشن. حالا اگه تو نقاط دیگه هم ببینید به همین شکل، ببینید من اینجا میام هر دو تا فاز مثبت، اینجا وارد میشم، تا کجا؟ تا اینجا نقطه ای هست که خارج میشم، وارد فاز خنسا داره میشه کندل های من. همینطور مثلا ببینید توی این نقاط فازها یکی نیست، یکی فاز مثبت یکی فاز منفی، اینجا نقطه ورود خوبی هستش، من اینجا وارد میشم. تا کجا؟ تا اینجا که ببینید کندل های من دارن وارد میشن، من این موجم ترجیح میدم از دست بدم، چون ممکنه این روند برگرده. و همینطور اگه بیاین پایین نگاه کنید، ببینید سیگنال خروجی که به شما میده اینجا جایی هست که هیستوگرام های شما یکی تو فاز مثبت هست، یکی تو فاز منفی، این خودش یه جور سیگنال خروج داره به شما میده. یا مثلا اینجا ببینید، الان اینجا اومدیم از این پوزیشنی که مثلا دارید میگیرید، من اگه بخوام پوزیشن هایی که هست مثلا بهتون نشون بدم به شکل حالا وین ریتی که هست، ریسک به ریوارد، ببینید الان اینجا برای مثال نقطه ای هستش که فاز ها جدا شده، ترش من اینجا میتونم خارج بشم. حالا کجا میتونم وارد بشم؟ هر دوتا فاز منفی هستن. حالا اگه بریم اینو توی نقاط مختلف بررسی کنیم، ببینید من الان همینجا که میبینید الان خب اصلا موقعیت من مشخص نیست، اینجا الان میتونستم ببینید اینجا مثلا بیام وارد بشم، خب این بازه مثلا وارد میشدم، هر دوتا هم فاز منفی، کجا خارج میشدم؟ اینجا، جایی که عدد من کندل من میاد قطع میکنه. هر چقدرم کوچیک باشه، ببینید تایم فریم یک دقیقه هستیم، شما نباید انتظار مثلا سود خیلی زیادی داشته باشید، اما اگه معاملاتتون رو توی فیوچرز مثلا معاملات آتی انجام میدید، پوزیشنایی که میگیرید با لوریج مثلا میشه گفت معقولی هستش، خب یه سود خیلی خوبی هست. الان شما مثلا ببینید اینجا ما ریسک به ریوارد ما تقریبا 3 هستش، ریسک به ریوارد ریشو، و میشه گفت بیش از تقریبا 1%، 1.16% به شما سود داده از همین استراتژی که استفاده کردم. یا اینجا ببینید، اینجا هم ریسک به ریوارد ما تقریبا 1 هستش، و البته من بالا گرفتم، شما میتونید مثلا یکم
کمی بالاتر از باند بولینگر بذارید و مثلا میبینید خب اینجا مثلا 36% سود داشتید، اینجا رو مثلا ببینید توی این بازه که گفتم تقریبا میشه گفتش خب 90 و نزدیک 1% اینجا به شما سود داد. ببینید پس اگه تمام اینها رو بیاید در نظر بگیرید، توی تایم فریم 1 دقیقه هستید، این تمام اینا شاید مثلا توی 1-2 ساعت اتفاق افتاده باشه و شما میبینید توی 24 ساعت مثلا 1%, 2% نوسان داره، اما شما توی مثلا 1 ساعت میایید 2%, 3%, 4% نوسان گیری میکنید با استفاده از همین روشی که بهتون گفتم. در نتیجه حالا اگه بخواید از یه لوریج هم استفاده کنید، این میتونه یه رقم چشمگیری باشه. الان اینجا مثلا میبینید 83% نزدیک 1% از همین استراتژی که استفاده کرد. خب پس ببینید دوستان، سیگنالای ورود رو به من میده وقتی هر دوتا وارد فاز منفی یا فاز مثبت میشن. هر دوتا وارد فاز منفی شدن پوزیشن سل، هر دوتا وارد فاز مثبت شدن پوزیشن بای. این از این خیلی راحت است. حتی ببینید دوستان چیز زیادی رو هم از دست نمیدید. اگه جایی توی این نواحی مثلا اتفاق افتاد که رنج بود، ببینید این بازی که دارم بهتون میگم توی تایم فریم 1 دقیقه چیز زیادی نیست، نهایتش این هست که به همون عدد خودتون برسید و پوزیشنتون رو بدون ضرر ببندید. اینو اگه خودتونم حتما توی تایم فریم های 5 دقیقه 15 دقیقه تایم فریم بزرگتر چک کنید که ببینید چقدر میتونه به شما سیگنال های با کیفیتی بده. الان ببینید یه نمونه دیگه میخوام براتون مثال بزنم. ببینید اینجا من توی این نواحی یه دونه فاز مثبت یه دونه فاز منفی وارد نمیشم، اما اینجا وارد میشم. ببینید هر دو تا وارد فاز منفی. اینو تا کجا میام؟ ببینید تا جایی که اینجا اومدم ولی داریم بر میگردیم اصلاح، من اینجا خارج میشم. ببینید جایی که تقریبا توی این رنج، توی این رنج خارج میشم، چون که وارد فاز خونسا شده کندل های من. و اگه دقت کنید همینو بیایم پایین، میبینید که ما توی یه دره هستیم، یعنی در نتیجه این دره ها و این قله ها به ما میتونن سیگنال مثلا سیگنال خروج ما رو تایید کنن. پس نقاط ورود ما روی خط صفر هست، نقاط خروج ما روی این قله ها و دره ها هست، اما به عنوان تاییدی استفاده کنید، سعی کنید از بولینگر بیشتر استفاده کنید. خب حالا اگه بخوایم این سه تا کاربردش بود، من میخوام یه کاربرد دیگه شم حالا روی 4 تا سولانا میام بهتون میگم. ببینید این ایندیکاتور من توی مکتی، هم ایندیکاتور مکتی رو براتون توضیح دادم، هم انواع واگرایی ها رو توی فصلای گذشته با هم بررسی کردیم. ببینید الان مثلا توی این بازه، ببینید این دوتا دره رو هیستوگرامو که من میام به هم وصل میکنم، ببینید حرکت رو به بالا هست، اما کندلای من حرکتشون رو به پایین هستش. در نتیجه این داره به من نشون میده که من یه واگرایی بولیش دارم که بعد از اون انتظار حرکت صعودی داریم. این حرکت صعودی ما تا اینجا اتفاق افتاد. حالا اینجا دوباره ببینید اینجا توی این بازه سقف قیمتی ما رو به پایین هست، اما هیستوگرام ما از این هیستوگرام کوچیک هم اومدم استفاده کردم، ریزموشا توی یه رنج هست. این پس داره به ما یه واگرایی خرسی کانتینیوز یا اون واگرایی خرسی معکوس رو داره به ما نشون میده که نشون میده روند نزولی ما ادامه دار هست. پس ما از اینجا یه موج صعودی رو به دست آوردیم، اینجا یه حرکت نزولی رو. حالا اگه توی این بازار مثلا ببینید اینجا تقریبا سقف یکی هست، اینجا سقف قیمتی رو به افزایش هست، میشه گفت اینجا هم یه واگرایی خرسی رو داریم که بعدش روند برمیگرده. اینو شما میتونید به عنوان یه زمینه، به عنوان دومین کاربرد در کنار اون استراتژی که بهتون گفتم، از این روش هم استفاده کنید تا دقیقاً نقاطی رو که احتمال بازگشتش، برگشتش زیاد هست به دست بیارید. مخصوصاً جاهایی که مثلا شما دو تا قله دارید. الان اینجا که گفتم مثلا اینجا دو تا دره داشتیم یا مثلا دو تا قله داشتیم. الان ببینید مثلا اینجا رو اگه بهتون نشون بدم، اینجا میبینید که کف قیمتی در حال کاهشه، اینم روند استاندارد خودش رو داره طی میکنه. پس ما اینجا واگرایی نداشتیم. حالا توی بازهای دیگه مثلا میبینید اینجا کاهش داشته، اینجا افزایش داشته و بعد از اون ما یه کاهش قیمت رو داشتیم. این هم به عنوان
میشه گفت کاربرد دیگه‌اش هست. و دقت کنید توی تایم فریم یک دقیقه‌ای اگه شما بخواید این روش رو استفاده کنید، من توی بازی کوتاه گفتم فکر نکنم حتی یک ساعت هم بشه، نزدیک میشه گفت 3-4% ما نوسان گیری کردیم. حالا اگه شما اینو مثلا با یه لوریج خودتون مطمئن باشه، میتونید سود خیلی خوبی بهتون بده. خب دوستان، نکات گفتنی در رابطه با این ویدیو رو گفتم، اگه سوالی بود تو بخش نظرات حتما مطرح کنید. از قسمت پلی لیست میتونید ویدیوهای مرتبط با هر فصل رو تماشا کنید. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید برای مطلع شدن از آخرین ویدیوها. کلید زنگوله رو فعال کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.